ایران، ایران به چشم جان دل گرم جهان تویی. ایران به چشم جان دل گرم جهان تویی. ما ایم همچو تن، دل و جان و روان تویی. گهواره تمدن و فرهنگی و هنر، خورشید گرم تاب سپه راستان تویی. خورشید گرم تاب سپه راستان تویی. در هفت خان تیره تاریخ باستان، رخشان چراغ روشن پرتوفشان تویی. فرهنگ دیرپای جهان وامدار توست، بر فرق آن شکوه درخشان عیان تویی. با آنکه ضربه های توانسوز دیده ای، در پیش سیل حادثه کوه گران تویی. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک بینندگانی که این برنامه رو میبینند، در برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. در برنامه پیش به اونجا رسیدم که سرانجام ناصرالدین شاه و همراهان بعد از 4 ماه که از مرگ محمد شاه گذشت به یافتاباد تهران رسیدند و در همون بیرون شهر چادر زدند. در موقعی که خبر رسیدن ناصرالدین شاه به یافتاباد رسید، تمام اون کسانی که پیه نخست وزیری رو به تن مالیده بودند، مانند میرزا آقاخان نوری که گمان میکرد خب دنباله نخست وزیریش از زمان پدر ناصرالدین شاه به اون خواهد رسید، بعد آصف الدوله که نوکر انگلیس ها بود، میرزا آقاخان نوری که سفارت علنا از اونها طرف از ایشون طرفداری میکرد، همه اینها فوراً به یافتاباد رفتند و دست و پای ناصرالدین شاه رو بوسیدند. ولی از توجهی که ناصرالدین شاه به میرزا طی‌خان امیر نظام، یعنی همون امیر کبیر بعدی داشت، اینها دو دل بودند که کدام یک از اینها رو شاه انتخاب میکنه. ولی این دو دلی چندان به درازا نکشید. 24 ساعت بعد ناصرالدین شاه فرمان صدر اعظمی به نام اتابک اعظم امیر میرزا طی‌خان امیر کبیر رو صادر کرد و تمام اونهایی که منتظر بودن قبای نخست وزیری رو بر تن بکنند، تمام اونها ناامید شدند. در آن روز مردی نخست وزیر شد که در شام تیره زنجیر پادشاهی قاجاریان به سان ستاره درخشان یا خورشیدی تابان پرتو افشانی میکرد. مردی بود آگاه، نترس، مخالف دخالت بیگانه، هوادار مردم و مدبر و برنامه ریز و به خصوص نه چاپلوس بود و نه از چاپلوسی خوشش میومد. امیر کبیر در دوران نخست وزیری خودش به هیچ وجه به بیگانگان روی خوش نشون نمیداد، ولی در این حال با نهایت متانت و احترام با اونها رفتار میکرد. در مدت 4 سالی که نزدیک به 4 سالی که نخست وزیر بود، حالا ما دیگه به زبان امروزی میگیم نخست وزیر، یعنی اون موقع صدر اعظم میگفتن، نخست وزیر بود، 40 سال کشور رو به جلو برد. تمام سرکشانی رو که از بی‌عرضگی محمد شاه و بعد در خلایی که پیدا شده بود و این 4 ماهه بنای سرکشی رو گذاشته بودن، تمام اونها رو یا سرکوب کرد یا کشتشون. و از جمله میرزا حسن خان سالار رو که خراسان رو جدا کرده بود، عملا جدا کرده بود و خودش در اونجا کوس پادشاهی میزد، و بعد سرکشان ریز و درشت دیگری که بودن. انگلستان به طمع
افغانستان، چون افغانستان استانی از استان ایران بود، از کشور ایران بود، و زمان چندان درازی نبود که انگلیس ها هندوستان رو تصرف کرده و مستعمره خودشون کرده بودن. برای اینکه بین ایران قدرتمند و روسیه یک کشور دیگری به وجود بیاورند و هندوستان رو از دید طمع روس ها به ویژه دور نگه دارند، در برنامه خودشون گنجانده بودن که افغانستان رو مستقل کنن. امیر کبیر با اون درایت ویژه‌ای که داشت این رو پی برده بود. بنابراین کوشید با تمام سران قبایل افغان که به هر حال استان بود و قبیله هایی بودن دیگه، پیوند و رابطه بسیار بسیار تنگاتنگ و نزدیکی پیدا کنه. بیشتر زمانها میشد از ناصرالدین شاه فرمانهایی برای سران تیره های افغان میگیره. من اینا رو همه رو به صورت بسیار فشرده میگم برای که زمان درازی رو به درازا نکشه، زمانی رو برای رسیدن به همه تاریخ قاجاریه کنار گذاشتم که بیش از اون به درازا نکشه و دست و پای ما رو نگیره. به هر روی امیر کبیر برای همه اینها فرمانهایی رو از طرف ناصرالدین شاه میگرفت و ارمغانهایی رو براشون میفرستاد، خلعتهایی رو میفرستاد و اونها هم اظهار سرسپردگی میکردند و پاسخ میدادند. در نتیجه مرتب برای انگلیس ها دشواری پدید میآورد و تا زمانی که امیر کبیر زنده بود، یکی از عواملی که باعث شد امیر کبیر کشته شه به جز مهد اولیا و به جز میرزا خان نوری، انگلیس ها و سفارت انگلیس بود. در حقیقت اون دوتا عامل سفارت انگلیس بودن و سرانجام هم تا امیر کبیر کشته نشد، انگلستان به آرزوی خودش که جدا شدن افغانستان بود نرسید. از طرف دیگه روسا هم یک کشور استعماری بودن، یک کشور یعنی مستعمره طلب که کارشون استعمار کردن دیگران بود بودند و مهمتر از همه این بود که در برنامه روس‌ها رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس جزء وصیت پتر کبیر بود و باید می‌رسیدن. این بود که درگیری دیگری هم امیر کبیر با روس‌ها داشت و این بود که توازن رو حفظ می‌کرد. یعنی در عین حالی که روس‌ها مواظب بودن انگلیس‌ها پیش نیان و زیاد در اختیار نگیرن، از طرف دیگه خود امیر کبیر هم مواظب بود که روس‌ها توقعات بیجا نداشته باشن. روسیه قفقاز و داغستان و گرجستان و ارمنستان و ازبکستان رو گرفته بود در زمان فتحعلی‌شاه، بنابراین دنبال شمال خراسان بود و بخارا و سمرقند و غیره، که این رو البته در زمان ناصرالدین شاه آرام آرام اومد جلو و گرفت. خنده آوره که ناصرالدین شاه در خاطرات خودش می‌نویسه روس آمد آخال رو گرفت. آخال یکی از شهرهای فرارودِ روس آمد آخال رو گرفت، چه بگوییم؟ بگوییم آخال رو نگیر؟ خب همینطور که آخال رو گرفت مرد رو هم خواهد گرفت. ما اگر جلوگیری کنیم همسایه من از ما دلگیر می شود. شما منطق یک شاه رو ببینید. به هر روی در زمانی که امیر کبیر صدر اعظم بود، یکایک این دشواری ها رو با درایت و تدبیر خودش حل میکرد. چرا؟ چون به همه این ترفندها آگاه بود و میدونست که هر کدوم از اینها یک ریشه پلیدی داره و از یک گندابی آب میخوره که ممکنه مسموم کنه هوای ایران رو. و این بود که بیگانگان گفتن چیکار کنیم؟ تنها برنامه‌ای رو که انگلیس ها پیاده کردند این بود که میخواستن بین شاه و نخست وزیر رو فاصله بیاندازن. منتها یه دشواری در اینجا بود. ناصرالدین شاه احساس پدری میکرد نسبت به امیر کبیر، به همین دلیل بهش اتابک اعظم میگفتند، یعنی پدر بزرگ. و زمانی که البته با حضور
نگران میرسید نزد ناصرالدین شاه، کلیه احترامات شایسته رو به جای می آورد و برای اینکه دیگران گستاخ نشن. اما زمانی که هر دوشون بودن، تکیه کلام امیر کبیر فقط آقا جان بود. آقا جان این کار صلاح شما نیست. آقا جان مثلا یک شب اومده بود، دیده بود داره ناصرالدین شاه نقاشی میکنه، نگاه کرد دید عکس یه زن رقاصه رو داره میکشه، گفت آقا جان نقاشی زمانش برای شما دیر نمیشه، شما هم اکنون باید تاریخ رو بخونید و از تاریخ درس بگیرید آقا جان. و شاه گفت مثلا کی؟ گفت مثلا زندگی نادرشاه رو بخونید. امیر کبیر احترام زیادی برای نادرشاه قائل بود و حتی روشی که داشت در حقیقت اون استواری و متانتی که شایسته بود یک آدم داشته باشه و نادرشاه داشت، امیر کبیر همونطور رفتار خودش رو تطبیق میداد. و بر روی در موقع تنها بودن روابط دیگری بود، گفتار دیگری بود، برخوردهای دیگری بود با موقعی که در حضور دیگران میرسن. بر روی این سمپاشی هایی که از طرف مادر ناصرالدین شاه و میرزا آقای نوری و عوامل دیگری مثل آصف الدوله و غیره انجام میشد و به صورت غیر مستقیم مرتب در گوش ناصرالدین شاه علیه امیر کبیر حرف میزدن. خب البته دلایلی هم داشت، مثلا امیر کبیر حقوق دربار رو نصف کرده بود، حتی حقوق شاه رو نصف کرده بود و خب درباری های مفخور ناراحت بودن دیگه، به شاه میگفتن که این دخالت داره زیاد میکنه. مادر شاه خیلی در این وسط چون یه مسئولیتی به هر داشت که مادر شاه بود دیگه، تندتر و گستاخانه تر پیش میرم. امیر کبیر هم اصلا محل نمیذاشت به مهد اولیا و مهد اولیا در آغاز دوست داشت، امیر کبیر رو دوست داشت، عاشق امیر کبیر بود. البته زنی بود که بدش نمیومد با هر کسی که خوشش میاد باشه، زن عیاشی بود، ولی امیر کبیر محل نمیذاشت تا اینکه همونطور که میگن روانشناسا، عشق سکه دو روز، یه روز محبته یه روز نفرته. رفته رفته مهد اولیا نفرت پیدا کرد از امیر کبیر، ولی اون کار خودش رو میکرد با قدرت. این اول بیگانه و دشمنان امیر کبیر در دربار به صورت جست گریخته در گوش ناصرالدین شاه میخوندن که قربان این بچه آشپز بوده در خانه قائم مقام فراهانی، شما این آدم آوردید نخست وزیرش کردی، این در شأن دربار نیست که یه بچه آشپز بشه صدر اعظم ایران. اینقدر در گوش ناصرالدین شاه خوندن تا اینکه ناصرالدین شاه باز هم هنوز امیر رو دوست داشت، برای اینکه این حرف رو از دهان اونا بگیره خواهرش عزت الدوله رو برخلاف میل عزت الدوله به عقد امیر کبیر در آورد. ولی متانت این مرد، بزرگواری این مرد، اخلاق دوست داشتنی این مرد و شخصیت این مرد باعث شد که عزت الدوله عاشق امیر شد بعدا. و در تاریخ ایران رفتاری از اون زن سر زد که باعث عبرت تمام زنان دلاور و عاشق همسران خودش شد و بزرگواری هایی که عزت الدوله نسبت به امیر کبیر کرد در تاریخ یک بخش غرورانگیزی برای همسرانی است که شوهران خودشون رو دوست دارن. به هر روی وقتی که همسر عزت الدوله شد امیر کبیر، یکی دو ماه بدگویی ها کم شد، دوباره این بدگویی ها اضافه شد. مثلا یک شب ناصرالدین شاه رفته بود، فرض کنید مثل مادرش اونطور که در کتاب ها آمده، بعضی از تاریخ نویس ها از این کلفت ها و نوکر ها و اینا چیزهایی رو شنیدن و نوشتن و به امروز رسیده. وقتی در میزنه مهد اولیا بلند میشه میاد تا جلوی در پیشواز، میگه که فدایت شوم، قربانت بروم، قربان جوانیت گردم، امشب آفتاب خانواده قاجار، آفتاب زنجیره پادشاهی قاجار از کدام سمت دمیده که شما خانه من رو روشن کردی؟ ناصرالدین شاه میگه مادر جان من که همیشه چند وقت یه باری میام. میگه نه، از زمانی که تو با این مردک بچه آشپز که اسمش گذاشتی اتابک اعظم آشنا شدی دیگه زیر پا تو نگاه نمی کنی.
میگه این چه حرفی است، ما در این حرف شما هم دارید میزنید، اون داره کار خودشو میکنه و بسیار هم وارده به کارش. میگه نه، تو به زودی خواهی دید که این دوروبری های تو رو میتاراند و بعد با انگوش به تو اشاره میکنه، میگه که جوان برو کنار، و بعد پادشاهی رو از تو میگیره و زنجیره پادشاهی آشپزیان رو تشکیل میده، چون امیر کبیر بچه آشپز بوده دیگه. و به هر حال ناصرالدین‌شاه از این مسائل انقدر در گوشش خوندن تا در موقعی که از اصفهان با امیر کبیر می اومده در قم، به خصوص مادر ناصرالدین‌شاه گفته بود که این امیر کبیر عاشق مادر عباس میرزاست، برادر کوچیک ناصرالدین‌شاه، و میخواد اون رو پادشاه کنه. در اونجا ناصرالدین‌شاه میگه عباس میرزا بمانه در قم، نیاد. وقتی کاروان حرکت میکنه در حدود 4-5 کیلومتر که میان، ناصرالدین‌شاه میبینه عباس میرزا داخل کاروانه. میپرسه مگه من نگفتم این بمونه؟ گفتن حضرت صدر اعظم دستور داده بیاد. گفت چطور دستور داده بیاد؟ من گفتم نیاد. گفتن خب ما چه عرض کنیم ایشون دستور؟ گفت همین الان برش کرد. و عباس میرزا رو دوباره برگردوندن به قم. از همونجا ریشه کدورت میان ناصرالدین شاه و امیر کبیر رشد کرد و سرانجام اون به این فرمان رسید. من این فرمان رو عیناً براتون میخونم. برای امیر کبیر نوشته: چون صدارت عظما و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت بر شما دشوار است، شما را از این کار معاف کردیم. برش داشتش از نخست وزیر. باید با کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید، چون اون امیر نظام بوده قبلا هم دیگه، گفته حالا اونجا میتونید باشید، امیر نظام باشید. یک قبضه شمشیر و یک قطعه نشان که علامت ریاست کل عساکر است. عساکر تو ازشو نوشته، یعنی سپاهیان، یعنی در حقیقت فرمانده سپاهیانش کرد. البته اینم با نیرنگ و ریا بود، ناصرالدین‌شاه بسیار حیله‌گر هم بود در این حال. چرا نخست وزیری برش داشت ولی گفت با شما عساکر رو ریاست کنید، امیر نظام هستید، یک قطعه نشان و فرمان ریاست عساکر رو برای شما میفرستم با یک قطعه شمشیر جواهر نشان. اینو میگه ولی در این حال دستور میده گارد شاهی رو 4 برابر کنن در کاخ شاهی، برای اینکه میترسید نکنه امیر کبیر کودتایی بکنه. به هر روی ریاست کل عساکر را برایتان فرستادم، به آن کار اقدام نمایید تا امر محاسبه و سایر امور را به دیگر از چاکران که قابل باشند واگذار کنی شاه. کشوری که تازه افتاده بود در جاده پیروزی، در جاده ترقی و پیشرفت، در جاده بهروزی، در جاده ثروتمندی، مردم داشتن در یک رفاه جالبی به سر می بردن، ناگهان به طرف تیره روزی، تحت الحمایگی، دزدی، چاپلوسی، رشوه‌خواری و ناتوانی کشیده شد. با صدور این فرمان که گام اولی بود که برنامه ریزی که سفارت انگلیس کرده بود داشت پیش می رفت، با اولین گام این بود، گام نخست این بود که امیر کبیر رو از پست صدر اعظمی بردارن. گام دوم این بود که او رو از تهران دورش کنن، برای که وجود امیر کبیر که شوهر خواهر شاه هم بود هر آن در دربار ممکن بود باشه و برخورد ناصرالدین شاه با او دوباره ممکن بود امیر کبیر رو به علت علاقه که به اون داشت و میدید کارهای خوب داره میکنه به صدر اعظمی برگزید. و گام سوم هم اصولا در هر جا که امیر کبیر میفرستادن میخواستن که در اونجا زنده نباشه، برای که هر آن ممکن بود این خطر برگشت امیر باشه. حالا گام نخست رو انجام دادن، مونده گام دوم. گام دوم فرمان تبعید امیر بود. فرمانی صادر شد که این باید بره در کاشان. اول اون رو به ولایت یعنی والیگری کاشان حکمش رو صادر کردن. امیر کبیری که قوی ترین صدر اعظم در تاریخ ایران
حتی از قبل از نادرشاه، چون صدر اعظم های زمان نادرشاه هم آدم های قدرتمندی نبودن، خود نادر بود یه قدرتی داشت. حالا امیر کبیر کردنش مثلا فرماندار یا استاندار بخش کاشان، خب روشن بود که نمیره امیر کبیر، این بود که نره. عوامل توطئه‌گر و چاپلوس اینا آمدن این رو بزرگش کردن که فرمان اعلیحضرت رو امیر نپذیرفته و همین باعث شده که اهانت بشه به شخص شاه و اینا. این بود که شاه فرمان تبعید میده، میگه تبعیدش کن. در تبعید امیر میخواسته عزت و دوله و دو فرزند، دو تا دختر کوچک هم داشته، اینا را عزت و دوله در تهران نگه داره. عزت و دوله گفت نه، من هر جا شوهرم باشه همونجا میرم. گفت خانم شما خواهر شاه هستید، هیچ کس به شما جرأت نمیکنه حرف بزنه، اما در سفر خطرهایی هست، همه چیز هست، بچه ها ممکنه مریض شن، شما باشید و من تنها میرم. گفت نه، من شما را تنها نمیذارم میانه یک عده دشمن، تنها برید به اونجا. این بود که عزت و دوله هم با امیر به طرف کاشان میرم. خلاصه آقای کلونل شیل وزیر مختار انگلیس در ایران وقتی که امیر میره نامه محرمانه می نویسه برای وزارت خارجه انگلستان، که این نامه محرمانه بعد از 30 سال که طبق قانونی که خودشون دارن این کوشش های محرمانه رو فاش می کنن فاش شده و عیناً چنین نوشته: همان گونه که چند ماه قبل پیش بینی کردم. عجب پیش بینی کرده ایشون، ایشون اصلا عامل این کار بوده. همان گونه که قبل چند ماه قبل پیش بینی کردم و حال نیز اطلاع یافتم، اعتماد الدوله یعنی میرزا خان نوری صدر اعظم ایران خواهد شد. اصلا میخواستن صدر اعظم بشه برای که افغانستان رو به کمک ایشون از ایران جدا کنه و در نتیجه این گام دوم هم برداشته شد و عوامل آماده شدن برای گام سوم که از میان برداشتن امیره. الان موقع پخش آگهی هاست، من از آقای وارتان خواهش میکنم آگهی ها رو پخش کنن. دنباله این تاریخ رو میگذاریم برای برنامه بعد، برای اینکه گفتنی در مورد تاریخ کنونی ایران، وضعیت کنونی ایران فراوان داریم و باید به امروز ایران هم نگاهی بکنیم. بینندگان ارجمند، قبلا یه دو نکته رو یادآوری کنم بعد بپردازیم به 3-4 خبر بسیار جالب. همیهنان پس فردا مسخره بازی همیشگی آخوندها در تهران برگزار میشه و انتخابات رسوا، واقعا رسوا و مسخره جمهوری آخوندی مثل همه سال میشه. منتها سالهای پیش هرچه ما میگفتیم شرکت نکنید، مردم توجه نمیکردن که شرکت در انتخاب، به هر کی میخوان رأی بدن، شرکت در انتخابات کار درستی نبود، برای که شخصیت خودشون رو از بین میبردن. در این حال جمهوری اسلامی در دنیا میگفت ببینید اینقدر رأی دادن آمدن، حالا کاری نداشت که رأی رو کی میده، چون رأی رو که عوض میکردن. همونطور که الان یه آیت الله گفته که آقا بیاین کاغذ سفید بندازین ولی بیاین رأی بدین. چه رأی کاغذ سفید که رأی نیست، که فقط برای اینکه میخوان جمعیت رو نشون بدن که دارن رأی میدن. بنابراین هم میهنان رأی ندید، خودتون رو مسخره آخوندی نکنید، رشد سیاسی خودتون رو نشون بدید. همیشه رشد سیاسی با یه عمل نشون داده نمیشه، با عدم یک عمل، با انجام ندادن یک کار هم انجام میشه. در خانه بمانید، از خانه بیرون نیاید، هیچ کارتون نمیکنن. به پای صندوقهای رأی نروید، مسخره آخوندها نشوید. دومین نکته اینست که نوروز ایرانی نزدیک است. همیهنان به پدر، مادر،
برادر، خواهر، فرزندان، دوستان، خیشان خودتون کتاب ارمغان بدید. کتاب بزرگترین خوبی که شما به دوستان و یاران و خیشان و فرزندان و پدران و مادران خودتون میکنید ارمغان دادن کتاب به اونهاست. کتاب دوستی است که نه میرنجه نه میرنجونه. کتاب آگاهی میده به شما، آگاهی میده به دوستانتون، به همه آگاهی خواهد داد. بنابراین رعایت این نکته رو بکنید و کتاب رو به دوستان و خیشان و رفقاتون بدید و مطمئن باشید که همیشه یاد شما، هر وقت اون کتاب رو خواهند دید یاد شما خواهند بود. خب یک نکته جالبی که امروز دیدم شادی مردم بود از گزارشی که جایزه بهترین فیلم ایرانی در بزرگترین آیین‌های مربوط به سینما یعنی و اسکار در ایران شد. این شادی به قدر زیاد بود که جوانها شیرین می‌خریدند و خریده بودند خیلی زیاد و گل به همدیگه، به مردم، به زن، به مرد می‌دادند. و جالب اینجاست انقدر این کوشش این جوان یا هر جوانانی که این فیلم رو ساختن اثر کرد که وزارت خارجه آمریکا و سخنگوی وزارت خارجه به اسقر فرهادی شاد باش گفته بود. در سراسر تهران مردم وقتی میپرسیدن، بعضی که آگاه بودن میدونستن، اونایی که آگاه نبودن از این جوانان میپرسیدند که چیه، برای چی میخواین شیرینی بدین، و اینها وقتی توضیح میدادن اونایی که اطلاع نداشتن با یک تعجب آمیخته به شعف خوشحالی میکردن و میگفتن دمتون گرم، بکنید این کارا رو، بکنید بهتره. حالا یه ناسزاهایی هم به آخوندها میگفتن که حالا من در اینجا برنامه به من اجازه نمیده این کار بکنم، ولی اینها شیرینی و شکلات و گل به مردم میدادن. و بعضی از مردم از سکوت دولت در این زمینه و بایکوت خبری رژیم عصبانی بودن و معتقد بودند که دولت از هر پیشرفتی که به مردم متصل میشه، به مردم وابسته میشه، پیشگیری میکنه و نمیذاره مردم بفهم، غافل از این که الان عصر ارتباطاته، عصر پیوندهای خبری دنیاست، محال دولت بتونه جلوی خبر رو بگیره و جلوی آگاهی مردم رو بگیره. پیشه‌وران و رهگذران به خصوص شیرینی فروش ها وقتی میدیدن جوان ها دارن شیرینی میدن، اونها جعبه های پر شیرینی رو به رایگان میآوردن، به دست جوان ها میدادن که اونها بین مردم بخش میدن و مردم همه بهشون میگفتن آفرین دمتون گرم. فقط یکی دو تن آدم هایی که حالا در بخش های گوناگون دولت بودن و اینها یه رگه ایرانی هنوز داشتن، اینها خوشحال بودن از این مسئله. و اما اسقر فرهادی زمانی که با اعلام رأی داوران دایر به برنده شدن فیلم جدایی نادر از سیمین در 84مین آیین جایزه اسکار به روی صحنه رفت، سخن خودش رو این گونه آغاز کرد: سلام به مردم خوب سرزمینم. در این لحظه بسیاری از ایرانیان سرتاسر جهان ما را نگاه می کنند. فکر می کنم آنها بسیار خوشحالند. آنها تنها به خاطر این جایزه مهم یا یک فیلم خوشحال نیستند. خیلی نکته در این سخنان هست. بینندگان خواهش می‌کنم، چون بعد یه توضیحاتی داده میشه که بیشتر نشون میده که این سخنان در عین استواری و زیبایی و محکمی چقدر خشمگین کرده دستگاه‌های دولتی رو.
در این لحظه بسیار حساس از ایرانیان سرتاسر جهان ما را نگاه میکنند. فکر کنم آنها بسیار خوشحالند. آنها تنها به خاطر این جایزه مهم و فیلمساز خوشحال نیستند. آنها خوشحالند چون در این زمان که صحبت جنگ، خوب دقت کنید رو این جمله چون بعد سرصداهای دیدیم جمله ایجاد کرده، در این زمان که صحبت جنگ و تهدید و حمله از دو طرف میگه دیگه، بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر، بین سیاستمداران رد و بدل میشوند، در مردم صحبت از فرهنگ غنی ایران است. فرهنگ غنی و دیرپای ایران که در زیر گرد و خار و غبار سیاست پنهان شده است. من، یعنی آقای اصغر فرهادی کارگردان فیلم، من با افتخار این جایزه را تقدیم مردم سرزمینم می کنم. مردمی که برای همه فرهنگ ها و تمدن ها احترام قائلند و با نفرت و ناسازگاری سر سازش ندارن. سپاسگزارم. اما این دیگه از این خبر استوارتر که تقریبا شاید بگیم 1 میلیارد مردم جهان در اون موقع نگاه میکردن، حالا البته آمریکایی گفتن 3 میلیارد 2 میلیارد، ولی 1 میلیاردش حداقل بود که اکثر ایرانی ها این خبر رو شنیدن و این سخنان رو شنیدن. این سخنان ده ها بار از رادیوها و دستگاه های خبری پخش شد، در ایمیل ها آمد، در فیسبوک آمد، در همه جا این گفتار شنیده شد. من حیطه می کنم رو این گفتار آقای اصغر فرهادی. حالا خبرگزاری فارس، نه پارس، فارس، ف اولشه، خبرگزاری فارس که مال سپاه پاسدارانه، با گستاخی تمام آمده سخنان اصغر فرهادی رو تحریف کرده و مسائل هسته‌ای و جهان غرب و نمیدونم استعمار و غیره و غیره رو وارد سخنان فرهادی کرده. ببینید همیهنان، جمهوری اسلامی دست به تحریف تاریخ زده، با اینکه کار بسیار کثیفیه ولی تاریخ گذشته است. تاریخ مال 500 سال پیش، 400 سال پیش، 300 سال پیش، حتی 100 سال پیش. الان کسانی که 100 سال پیش زنده بودن زنده نیستن. بنابراین جمهوری اسلامی هم که آبرو نداره که، اصلا براش مهم نیست تاریخ رو عوض کنه. هم از جمله مثلا میگه که مردم ایران زمانی که حضرت رسول آمد و دین اسلام را آورد همه مسلمان شدن. عمر عصبانی شده بود که اینا مسلمان شدن، حمله کرد چرا مسلمان شدی؟ آقا ببینید، هم اینا گستاخن، هم بیشعورن، بیشعورن. حالا اینجا اومدن اینو گذاشتن، در صورت که خبری است، سخنرانی است، اولا بسیار کوتاه بوده، بسیار پرمغز بوده، تمام هم شنیدن. نه اسم جنگ هسته‌ای بوده توش، نه اسم کشورهای غرب بوده، نه هیچی، راجع به فرهنگ ایران بوده که زیر گرد و غبار سیاست پنهان شده. حالا من خواستم بدونید این رژیم علاوه بر دروغگویی، بی آبرو هم هست، بی شعور هم هست. دست کم 3 میلیون ایرانی، 4 میلیون ایرانی اینو گوش کردن و هزاران نسخه از این فیلم و صدا و سخنان او در دنیا بر روی اینترنت اومد. حالا من از آقای وارتان خواهش میکنم اون فیلم رو نشون بدن. یک خبرنگاری، یک خانم خبرنگاری میاد، اسمش هم میگه، این تلفن میکنه به خبرگزاری فارس و میپرسه که این خبر نمیگه دروغ میگین؟ ببینید چقدر اون زن فهمیده و با شعوره و عجیب اعصابی داره. من اگر بودم ده ها بار منفجر شده بودم وقتی جوابای اونا رو میشنوم.
این زن بسیار خونسرد پرسش رو مطرح میکنه، ولی صدها که کمه 20 بار اونا میپرسن تو کی هستی؟ هی میگه آقا این خبر رو از کدوم منبع گرفتی؟ تو کی هستی؟ از کجا زنگ میزنی؟ دوباره اسمتون بگین؟ سه بار اسمتون بگین؟ برای اینکه ببینن اگه تو ایرانه بگیرن بکشنش یا بگیرنش بندازن زندان. و این با نهایت خونسردی و متانت پرسش خودش رو تکرار میکنه، اسمش هم میگه، همه کار. وقتی میفهمن این خارج از ایرانه، این کسی که داره سوال میکنه، وقت جواب سربالا میدن و چیزای بیخوده میگن که بهتره که شما بشنوید. آقای وارتون فیلم رو پخش کن. فارسی گرفتن؟ بله. سلام، خسته نباشید. ممنون. سرویس ادب و هنره؟ شما نمیدونم با کی کار داشتید؟ من تو سرویس فرهنگ و هنر میخوام با کسی صحبت بکنم، اگر تشریف داشته باشن کسی. بله هستن، گوشی. چشم، ممنونم. این هم از اسلام عزیز و روحیه ایرانی اسلامی. بله. سلام، خسته نباشید. سلام علیکم، متشکرم. من سرویس فرهنگانه رو گرفتم. بله. دبیر سرویس. من صدای شما نشیدم، دوباره میفهمید؟ من میخواستم با دبیر سرویس فرهنگی صحبت بکنم، تشکر دارم. الان نه خیر نیستن. شما؟ شما خبرنگار این سرویس هستین؟ بله. شما؟ من خبرنگار هستم، در مورد خبری که راجع به اسقر فرهادی منتشر شد میخواستم بگم این فیلم رو شما کجا دیدین که در مورد بحث انرژی هسته‌ای آقای فرهادی صحبت کرده باشن؟ من میتونم اسمتون رو بدونم و از محل کارتون سوال کنم که بعدم بگم باهاتون تماس بگیرم؟ بله، من مسیح علی نژاد روزنامه نگار هستم. اجازه بدین یادداشت کنم. خانم مسیح علی نژاد؟ بله. خب شما تو سرویس فرهنگی کار میکنید، بله. درسته؟ بله، بفهمید. خب خودتون این خبر رو میدونید که آقای فرهادی راجع به بحث انرژی هسته‌ای هیچ حرفی نزدن، راجع به دشمنی با غرب هم حرفی نزدن. میخواستم ببینم در واقع شما منبع خبرتون کجاست؟ اجازه بدین یکی از بچه‌ها ممکنه بیشتر در جریان باشن، گوشی میدم با ایشون صحبت کنیم. بسیار خب، ممنونم. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید خانم. سلام باشید، خواهش میکنم. من همین میخواستم ببینم که آقای فرهادی خبری از ایشون در فارس منتشر شده که راجبه سخنرانیشون در مورد جایزه اسکار در مورد دشمنی با غرب و بحث انرژی هسته‌ای گفتن. چنین چیزی در سخنرانی آقای فرهادی نیست. میخواستم ببینم منبع شما به عنوان خبرگزاری فارس کجا هست؟ ببخشید، خودتون معرفی می‌فرمایید؟ ببخشید. بله، من معرفی کردم خدمت دوست شما. من علی نژاد هستم، روزنامه نگارم. بله، یه بار دیگه میشه بفرمایید فرمایشتون رو؟ شما تو سرویس فرهنگی فارس مگه نیستین؟ خبر امروز شما در مورد آقای فرهادی هست، درسته؟ خب شما آقای چی نوشتین؟ فرهادی. بله، خب شما چی نوشتین؟ خب مگه نخوندید شما مطلب ما رو؟ چرا، من مطلب رو خوندم و دارم از شما سوال میکنم که سخنرانی که به انگلیسی آقای فرهادی کردن در مورد بحث هسته‌ای و دشمنی با غرب چیزی نگفتن، ولی شما خبری نوشتین که میخوام ببینم منبع شما کجاست. صبر کنید یه لحظه. خب سینمای منبع رو میخواید شما؟ بله، چون شما نوشتین آقای فرهادی دخترشون رو در آغوش کشیدن در حالی که اصلا دخترشون روی سن نرفته بودن، در مورد بحث انرژی هسته‌ای و یا دشمنی با غرب هم هیچ سخنی در واقع سخنانی آقای فرهادی نبوده. میخوام ببینم منبع خبرگزاری فارس کجاست. بله، وقتی شما ارتباطی داره خانم علی نژاد؟ من خبرنگار هستم و دارم در واقع از شما سوال میکنم و هر پاسخی بدین برای من ارزشمند هست. شما خارج از کشور تشریف دارید؟ بله. بله. خب دیگه به خاطر همین میگم به شما ارتباطی نداره، فکر نکنم بهتون ارتباط داشته باشه این قضیه. الان آقای فرهادی هم خارج. منبع الان... فارس از کجاست؟ به شما هیچ ارتباطی نداره. منبع خانم... موثقه خانم محترم. تمام دنیا فیلم رو دارن میبینن، اصلا چنین چیزی نگفته. چجوری موثق هست این خبر شما؟ موثقه. میگم موثقه. شما خودتون فیلم رو دیدین که آقای فرهادی بیشتن رفته بود؟ من میگم موثقه خانم علی نژاد. من میگم موثقه. خب آقای فرهادی تو سخنرانیشون از روی متن مکتوب خوندن، اصلا چنین چیزی خونده نشده، تمام دنیا گزارش دادن. شما از کجا میگین موثقه؟ من اصلا لزومی نمیبینم که برای شما توضیح بدم خانم مسیح علی نژاد.
شما خبرنگار هستین وگرنه من به شما زنگ نمی زدم. ما خبرامون رو منتشر میکنیم رو صفحه میره دیگه، بقیهش منبع بود کسی ربطی نداره. بله ولی شما نوشتین، شما نوشتید که مردم ایران با وجود دشمنی های غرب با برنامه های هسته‌ای برای تمام فرهنگ ها ارزش قائلن. در سخنرانی آقای فرهادی چنین چیزی وجود نداره. من فقط از شما یک منبع میخوام، اگر خبرتون درست هست خب منبع رو بفرمایید. ما میگیم درسته، ما درست رو میزنیم روی صفحه. خب نمیدونم صدا رو شما خوب شنیدید یا نه، چون دختر بچه هایی که اونور پاسخ این خانم علی نژاد رو میدادن صداشون ضعیفتر بود. حالا امیدوارم که خوب شنیده باشید. اصلا اینا تو به قول معروف تو باغ نیستن. شما دیدید یک بار اینا جواب درست ندادن، همش سوال میکردن. بابا این خانم علی نژاد اومده از شما داره میپرسه که این منبع خبرتون کجاست، همچی حرفی رو آقای فرهادی نزده. چجوری شما اینو میگید؟ باز شما کی هستی؟ شما چی کاره این؟ دوباره میگه. بعد خیلی خوب شما چی کاره این؟ اسم شما چیه؟ دوباره یکی میده به اون، یکی تحویل میده اون، یکی به سومی، سومی به چهارمی، همه اسمتون رو بفرمایید. شما چی کاره این؟ همینطوری آخر سرم خبر موثقه، میگه آقا همه دنیا گوش کردن، از رو نوشته هم خونده، نوشتش هم هست. میگه خبر موثقه، من میگم موثقه. آخه دخترک چی رو موثقه؟ کجا خبر موثقه؟ آخه تو تو باغ نیستی. شماها هیچ کدومتون نه مفهوم خبر رو میدونید، نه مفهوم اصالت خبر رو میدونید، نه مفهوم اجزای خبر رو میدونید، نه مفهوم مسئولیت خبر رو میدونید. همینطوری میرید اونجا هرچی میخواییم میگید. خب معلوم سپاه پاسدارانی که خبرگزاری تأسیس کنه از این بهتر خبرگزاری نمیشه که. پرسش 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 پرسش. خیلی اعصاب خانم علی نژاد محکم بود که فقط با یک متانتی پرسش رو تکرار میکرد، ولی اونا باز تو خط خودشون بودن. اینه این وضعه که یعنی دروغگویی به حد وقاحته و پاسخو هم نیستم، پاسخش همین بود که گفتم. در گرگان همیهنان ارجمند، در گرگان یه حادثه رخ داده که من از آقای وارتان خواهش میکنم که عکسشو بذارن تا من بگم. گرگان جاییست که در مردمش 200 سال در برابر آخوندها، ببخشید عربها، فرق نمیکنه عرب آخونده که مهاجم، پایداری کردن. گزاره کسی که این خبر را فرستاده نوشته که این تابلو حدود 2 ساعت در برابر چشمان کنجکاو مردم در شهر گرگان نصب شده بود. خب روشن هم میهنان نامردمی هایی که مشتی آخوند با این ملت با فرهنگ انجام دادن، دروغ هایی که گفتن که یه نمونه شو الان دیدید مال سپاه پاسداران، و هزاران نامردمی و ناانسانیگری و نامسلمانی که اینها به نام اسلام کردند، واکنشش اینه که تابلوی بزرگی رو میزنن توی شهر، بیش از 2 ساعت هم بوده دست مردم تا بعد خبردار شدن بیان و بردارن آبروریزی نشه، مینویسه نه من مسلمان نیستم. برای اینکه اینا فکر میکنن اسلام همینه. حالا دعوا سر اینست که آیا همینه یا نه، اون رو ما وارد بحثش نمیشیم. ما باعث واکنشه، وارد واکنش این کار میشیم. اون کاری که آخوند کرده و میکنه و مردم رو زیر شکنجه، زیر ستم، ظلم، تنگنا، گرانی، دروغگویی و همه جور نامردمی میگذاره، نتیجهش این میشه دیگه. و خامنه ای میگه آره جوانها نماز نمیخونن به همین دلیل، این مال این گرانی و اینها مال این است که این جوانها نماز نمیخونن. آخه مرد گرانی چی کار داره به نماز؟ به هر روی این دوباره من در پایان برنامه خواهش میکنم بیاندیشید، پس فردا از خانه خارج نشوید
رأی ندهید و خودتون رو مسخره آخوند نکنید. بگذارید یک بار هم شما عملا نشون بدید، گویی که بارها نشون دادید و این بار عملا با عمل منفیتون، با خارج نشدن از خانه، آبروی نداری آخوند رو ببرید. و بعد هم نوروز نزدیکه و ارمغان دادن کتاب رو به خیشان و نزدیکان و پدر و مادر و فرزند و خواهر و برادر خودتون فراموش نکنید. وقتی من در اینجا به پایان رسید، با سپاس از یکایی که شما هم میهنان گرامی، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.